در نامه آقای جمال پورکریم، که البته بهتره بگیم حاج پورکریم یا حاج جمال پورکریم، برای اینکه 2 سال پیش اینها به دعوت یه تعدادی از کسایی که مناطق اتنیکی ایران بودن و سنی مذهب بودن، به دعوت وزارت اطلاعات عربستان سعودی برای تشریفات مراسم حج دعوت شدن، و هرچند که هیچ کدوم از اینها به نظر من آدمای مذهبی نبودن، ولی رفتن در مراسم عبادی مکه شرکت کردن. مطالبی که ایشون مطرح میکنه خیلی به نظر من خطرناکه. یعنی همون ابتدا مطرح میکنه که ایران برافروزنده شعله های جنگ در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن میباشد. نمیگه جمهوری اسلامی، میگه ایران. خب ما میدونیم که افغانستان به طور عمده مسئله طالبان هست که و حمایت پاکستان از طالبان که تا امروز اینا موندن. اگر ایران هم دخالت کرده، دخالت اصلی در مورد ادامه جنگ در افغانستان چیزی در عراق، خب حمله ای که امریکا کرد و تا امروز هم در واقع مونده، و سوریه و لبنان و فلسطین که خب موضوعشون ربط داره به اسرائیل، که اسرائیل تنها کشور دنیا هست که مرزهاش مشخص نیست. اونها هست که به اصطلاح قطعنامه های سازمان ملل رو اسرائیل زیر پا گذاشته. بنابراین حالا این شاخ شونه کشیدن های جمهوری اسلامی میدونی بگه یا تحریک میکنم، ولی اینکه همه علت العلل تمام جنگ ها ایران هست، توجه بکنه، نمیگه یه جمهوری. در پایین هم در آخرین پاراگراف آقای جمال پورکریم که عضو حزب دموکرات کردستان هست یا عضو رهبری اون هست، میگه که خیلی جالبه که من اینجا بگم، میگه از این رو بنده به عنوان یک فعال سیاسی کرد از آمریکا و نیروهای ائتلاف درخواست دارم، خیلی مهمه این، از کشورهای ائتلاف عربی درخواست دارم تا حملات موشکی به ایران را نیز در صدر برنامه های ضد تروریستی خود قرار بدن. امید است که این درخواست از سوی، اینجا رو دقت کنید، از سوی فعالین و آزادی خواهان ملیت های گوناگون، که نمیگه چند تا ملیت هستن، طبق تعریف به اصطلاح کنگره ملیت ها 6 ملیت تقسیم میکنن، میگه که این درخواست از سوی فعالین و آزادی خواهان ملیت های گوناگون محصور در ایران انجام گیرد و به خواست همگانی تبدیل شد. یعنی دقیقا نقشه در واقع تجزیه ایران این هست، برای اینکه وقتی جنگ درگیر بشه اینا تقاضا میکنه مثل جریان عراق که چی میگن پرواز ممنوع ایجاد بکنن در قسمت کردستان و خوزستان، و خیلی راحت میتونن این ایران رو تبدیل بکنن به چند پاره. بنابراین و اینو توجه بکنیم، این خاص با خاص یه سری کسایی که طرفدار تمامیت ارضی ایران هستن و مثل آریو با فرق داره، یعنی حالا عملش کار ندارم، اما اون ذهنیتی که پشت این مسئله هست فکر میکنه که خب اگر آمریکا حمله کرد طبیعتا تمامیت ارضی ایران را حفظ میکنه. دوستان، مگر کشورهای غربی تونستن تمامیت ارضی عراق رو حفظ بکنن؟ مگر تونستن تمامیت ارضی لیبی رو حفظ بکنن؟ مگر تونستن تمامیت ارضی سوریه رو حفظ بکنن؟ امروز سوریه تبدیل شده به اشغال چند کشور از روسیه، ایران، ترکیه و امریکا، همه حضور دارن اونجا. در لیبی هم همینطور، حداقل 3 تا دولت تشکیل شده. به هر حال من میکروفونو در اختیار آقای آریو شعبانی میذارم و ایشون 20 دقیقه صحبت میکنم، پس از اون آقای مهداد رشیدی رو من روی خط میارم. بفرمایید آریو، میکروفون در اختیار شماست. سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون.
آقای توکلی، شما. اتفاقا الان دوره خیلی خوبی شده که دوباره برگردیم سر اون گفتگویی که با هم داشتیم چند وقت پیش در مورد مقاله‌ای که من نوشته بودم و از همه زوایا سعی کرده بودم فواید و ضررهای حمله آمریکا به جمهوری اسلامی رو بررسی بکنم. اول نامه اون دوست کرد رو بگم. ببینید، اولا در سایت ایران گلوبال من یک گله‌ای دارم. اون کسی که متن نامه رو منتشر کرده بود، قبل از انتشار متن نامه نظر شخصی خودش رو اونجا گذاشته بود و ادعا کرده بود که ایشون در این نامه خواهان ویرانی ایران می باشن. خب یه نوع من کلا نامه رو خوندم، کلمه ویران رو ندیدم اینجاش. بعد از جستجو مرورگرم استفاده کردم، شاید من چشم نمیبینه، نه واقعا ویران ندیدم. حتی یه بار دیگه خوندم، شاید یه جمله معنیش اینطوری پیغام میده، دیدم نه اینطوری نیست. از طرف دیگه حالا اینکه آخر این نامه این دوست کرد چطور به پایان میرسه و ایران رو یه حصاری به دور چند ملت گوناگون ایشون عنوان کردن، اون ربطی به اصل قضیه نداره. یعنی ممکنه شما بفرمایید بخدم که یک شخص دیگری هم نامه ای نوشته بود در طرفداری از حمله به جمهوری اسلامی، ولی در این حال ایشون مثلا گربه همسایه رو کشته بود. خب این از نظر منطقی گزاره اول رو نقض نمیکنه. یعنی برگردیم به همون بحث اول و نامه ای که اون 120 تن هم نوشته بودن مشابه این نامه، ولی به ملت های جراحت همه محصول در ایران چنین اشاره ای نکرده بودن. پاسخ ما به کسانی مانند آقای حاج آقایی که نامه نوشت، شخصا حاج آقا جمال پورکریم، که جمال پورکریم، بله آقای حاج آقا جمال پورکریم که ایشون یه سفری به عربستان داشتند و اونجا کنگر خوردند و لنگر انداختند و حالا خواهان حمله میشند. و من صداتون رو ندارم آقای. من صحبتی نکردم، صدای شما هست، بفرمایید. و اعلام میکنن که گویا ملت های ایران محصور هستند در ایران و به جای جمهوری اسلامی، همونطور که شما به درستی آقای توکلی اشاره کردید و گفتید که ایشون به جای جمهوری اسلامی از ایران استفاده میکنن. پاسخ ما به این حضرات روشن هست، نه، ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که ایران تجزیه بشه. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که دولت‌های مثل عربستان سعودی در امور داخلی ما بخوان دخالت بکنن. دولت عربستان سعودی و بسیاری از دولت‌های عربی، دولت لیبی، دولت سوریه به وقت خودش اینا در امور داخلی ما مداخله کردن و دولت عراق. اینها از مبارزات من شرمنده آقای توکلی از این واژه استفاده بکنم در ارتباط با نیروهایی که در ایران در سالهای پیش از بروی کار آمدن جمهوری اسلامی فعالیت های خرابکارانه داشتن. اینا دقیقا اردوگاه درست کرده بودن، بودجه داده بودن، تامین کرده بودن و حالا ما اجازه بدیم به عربستان سعودی و این دولت ها که بیان اینا کشور ما رو تجزیه بکنن. حساب رژیم جمهوری اسلامی از حساب ایران و مردم ایران جداست. ما خواهان این هستیم که دولت آمریکا و غرب از جنبش آزادی خانه مردم ایران پشتیبانی آشکار همسویه و عملی به عمل بیاره و دعوت بکنه از رهبران اپوزیسیون، از شاهزاده رضا پهلوی، از سایر رهبران اپوزیسیون جمهوری اسلامی دعوت بکنه در کاخ سفید، دعوت بکنن در پارلمان‌های مختلف اروپا به جای پیشبرد دیالوگ 39 ساله با سران رژیم جمهوری اسلامی، دیالوگی و دیالوگهای را با رهبران اپوزیسیون برانداز رژیم جمهوری اسلامی به پیش ببرند. اگر این کار عملی بشه، هیچ دلیلی وجود نداره که در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی با بحران‌های فزاینده روبرو هست و همین بحران ها میره که واقعا این رژیم رو از اریکه قدرت به زیر بکشه، دلیلی وجود نداره که مبارزه مردم ایران نه از راه حمله نظامی آمریکا و متحدین به جمهوری اسلامی، بلکه از راه مبارزه مدنی به اهدافی که میخواد برسه که اون همانا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است